سلام به بینندگان عزیز کانال خانه سلامت تا حالا میدونستید که چرا باید چای بنوشیم و چای رو بهتره به چه نحوی ننوشید اگه میخوای این اطلاعات رو بدونید این ویدیو جذاب رو از دست ندید و خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید در پایان یک روز کاری نوشیدن یه فنجان چای خیلی میچسبه این نوشیدنی گرم به دلیل اینکه آرامش بخشه و خستگی رو از تن بیرون میکنه طرفداران زیادی داره لذت نوشیدن چای وقتی بیشتر میشه که بدونید این نوشیدنی سالم و پرطرفدار خواص درمانی هم داره و بسیاری از دیماری ها پیشگیری میکنه و برای سلامتی مفیده اینه که تاثیر چای بر دندانه چای برای سلامت دهان و دندان مفیده بررسی اخیر پژوهشگران دانشگاه شیکاگو نشون میده پلیفلل موجود در چای سیاه با غیر فعال کردن آنزیم های باکتری های دهانی موجب عدم فعالیت اونها میشه و در نتیجه پلاک های دندانی غیر فعال میشه و از پوسیدگی دندان ها پیشگیری میشه البته در بررسی چای سیاه به صورت یک دهانشویی استفاده شده اما نوشیدن چای هم به از بین بردن پلاکت ها کمک میکنه چای به علت داشتن مقدار قابل توجهی تانن و فلوراید از پوسیدگی فساد و ایجاد حفره در دندان ها جلوگیری میکنه بررسی های دانشمندان ژاپنی نشون میده کودکانی که چای می نوشن خیلی کم به پوسیدگی و کم خوردگی دندان دچار میشن ژاپنی ها به تازگی یک نوع خمیر دندان ساخته و به بازار عرضه کردند که پایه ساخته اون تاننه شاید علت تصورات غلط درباره چای مواد قندی و شیرین کننده هایی که همراه چای مصرف میشه و موجب پوسیدگی دندان ها میشه بهتر چای رو بدون قند بنوشید یا قند یا شکر رو به صورت حل شده در چای مصرف کنید و برای جلوگیری از پوسیدگی و رنگ گرفتن دندان ها بعد از صرف چای دندان و دهانتون رو با آب بشورید. این خواصش تاثیر چای بر روی قلبه نوشیدن چای به بیماران قلبی توصیه میشه و چای از ایجاد لخته های خطرناک خون که به حملات قلبی و سکته منجر میشه پیشگیری میکنه مطالعات نشون میده که سطح چربی خون و فشار خون بعضی مصرف کنندگان چای پایین تر از دیگرانه دانشمندان روسی بعد از اجرای طرحهای تحقیقات گسترده روی بیماران دریافتند که چای آثار نیرومندی برای به تاخیر انداختن پیشرفت تسلب شراین و تقویت عروق موین و رقیق کردن خون و کاهش فشار خون داره گزینه بعدی تاثیر چای بر اعصاب و روانه بعضی ها چای می نوشن چون معتقدن چای خاصیت آرامش بخشی داره اما بعضی هم میگن چای شادی آور و نشاط آوره واقعیت اینه که هر دو این صحبت ها درسته چای تا پیش از دو دقیقه از دم کشیدن اثر محرک داره اما بعد از مدتی به تدریج از خاصیت محرک بودن اون کم میشه و خاصیت آرامش بخش اون بیشتر میشه بعد از گذشت پنج دقیقه از دم کشیدن چای بیشتر کافئین چای خارج میشه چای ضد سرطانه چای سین و آنتی داره و بررسی ها نشون میده که مصرف چای احتمال ابتلا به سرطان کلیه رو کاهش میده و افرادی که در روز فنجان چای می در مقایسه با افرادی که چای نمی 15 درصد کمتر دچار سرطان کلیه میشن فلانویت ها گروهی از پولیفنل ها هستند که به طور طبیعی در چای وجود دارند که به نظر میرسه تو بالا این پولیفنل ها در بدن میتونه علاوه بر ویروس ها با سرطان لوزالمعده، میده کلون، مسانه، پروستاد و سینه مقابله کنه. در ژاپن خوردن حداقل ده فنجان چای در روز با کاهش خطر سرطان معده همراه بوده همچنین مطالعات متعددی درباره ارتباط با تاثیر مثبت چای در پیشگیری از سرطان ریه و رحم انجام شده چای بر روی سوخت و ساز بدن تاثیر مثبت داره چای نوشیدنی کم کالریه و یه فنجان چای حدود 4 کالری داره. به علاوه چای متابولیسم رو بیشتر میکنه و با بالا رفتن سوخت و ساز بدن موجب میشه کالری بیشتری مصرف بشه و چربی ها تر و زودتر سوزونده بشه. مصرف چای موجب میشه آب بیشتری بنوشیم و آب از موادیه که برای شکسته شدن سلول های چربی لازمه. چای به علت خاصیت ادرارآوری که داره به دفع سموم بدن کمک میکنه. البته افرادی که اضافه وزن دارن بهتره چای رو بدون قن... دو مواد شیرینی و چشنی های پر کالری مصرف کنند. میره مثبت چای بر روی پوست 200 میلی چای 44 میلی گرم کافئین داره که دریافت این مقدار کافئین میتونه در رفع خستگی بدن و به ویژه پوست به عنوان عضوی بسیار فعال کمک کنه. خواص ضد سرطانی چای از جمله مواردیه که میتونه در حفظ سلامت بوست موثر باشه به طوری که ترکیبات پلیفنلی موجود در چای مانع فعالیت ترکیبات سرطانزا به ویژه ترکیبات نیتروژنیه که در فرورده های گوشتی وجود داره و این خواص آنتی اکسیدانی پیری زودرس پوست رو به تاخیر میندازه تاثیر مثبت چای بر روی حافظه نوشیدن مرتب چای حافظه رو تقویت میکنه و راه جدیدی برای پیشگیری و درمان آلزایمره آلزایمر بیماری تحلیل برنده اعصابه که در اون ماده شیمیایی به نام اسیل کولین در مغز کم میشه چای با مهار آنزیم کولین استارز روند آلزایمر رو به تاخیر میندازه تاثیر ضد میکروبی چای چای به دلیل داشتن انواع تانن که به اون تم مخصوصی میده بدون تردید یک ضد باکتری و ضد ویروسه دانشمندان آمریکایی کشف کردند که تانن نوعی ویروس آنفولانزا رو مختل میکنه همچنین تانن چای ویروس تبخال رو مهار میکنه تحقیقاتی که در کانادا انجام شد نشون داد چای در دوله های آزمایش تداد زیادی از انواع ویروس های بیماریزا رو غیر فعال میکنه اما یادتون باشه که یک سری چای ها رو نباید نوشید. چای سرد باعث سنگ کلیه میشه. چای قلیس باعث کمخونی میشه. چای ناشتا باعث سوء میشه. چای مندی دیروز سمیه. چای داغ و سوزن باعث سرطان مری و چای بلافاصله بعد از غذا باعث کمخونی میشه. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو و تا ویدیو بعدی شب و روزتون خوش و خدا نگهدار.